جناب شمیرانی سلام عرض میکنم، خسته نباشین. امروز مورخ 12/2/97 اصفهان درگیری بود، راهپیمایی بود و رژیم هم تنها کاری که تونست بکنه اینترنت ها را قطع کرده و خیلی بد اینترنت ها خط میده. فقط امیدواریم که مردم هر روز منسجم تر از دیروز بشن و بیشتر توی خیابونو بیان تا انشالله این رژیم ضحاک هر چه زودتر دستش از سر مردم برداره و از ایران گورشون رو گم کنن و برن. ممنون، سپاسگزارم از شما. سلام جناب شمیرانی، من میخواستم یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. همین الان تلگرام بنده بدون فیلتر شکن باز شد، نمیدونم فیلتر رو برداشتن یا نه، ولی تلگرام بنده بدون هیچ فیلتر شکنی که استفاده کنم باز شد و قابل استفاده است. خیلی ممنونم از زحمات شما، خدا نگهدار. درود به شمیرانی عزیز و شاهزاده رضا پهلوی. میخوام یه صحبتی دارم واسه ملت ایران که این جمله رو اصلا معنی اصلا نفهمیدن، هنوز معنیشو هنوز نفهمیدن، خیلی هاشو هنوز نفهمیدن. لطفا این رو تو کانالتون قرار بدید و شما همین حرف رو هزاران هزار بار زدین. مردم، کشور ما اشغال شده، کشور ما اشغال شده. درود بر شما آقای شمیرانی. تلگرام فیلتر شده و فیلتر شکن ها داخل اصفهان اصلا کار نمی کنن. سایفون، لانترن، توربو وی پی ان، سوپر وی پی ان، تور، هیچ کدوم از اینا کار نمی کنن. البته صبح کار می کردن، از ظهر به بعد دیگه قطع شده و فقط از طریق اون پراکسی که آمد نیوز قرار داده ما وصل شدیم و کار میکنه، سرعت خوبی هم داره. اگه میشه اونو بیشتر نشر بدید من براتون میفرستم. و در ضمن توجه داشته باشید که نظام سرمایه‌داری بین المللی یه تشکیلات کهنه شکل گرفته منسجم قدرتمندیه که همینایی رو که میگن انرژی داره، بانک داره، سرمایه. درود به شما مردم. حرفهای آقای شمیرانی تحلیل تاریخ این دورانه، بهش توجه کنید لطفا. با عرض سلام خدمت فرمانده عزیز جناب آقای شمیرانی، بنابه اخباری که از بدنه خود سپاه، حوزه‌های علمیه، پایگاه بسیج نجوا میشه، پایان یافتن اولتوماتومی که سپاه به رهبر داده بوده رو در حال آغاز یک عمل خودزنی، مثل حالتی که عقربی در حلقه آتشی گیر کرده و با دم خودش که سلاح خودشه، تنها ابزار زندگیشه، خودشو میکشه به خاطر این راه فراری نداره. حال رژیم کودک کش جنایتکار جمهوری اسلامی ایران به توسط سپاه داعشی صفت و داعشی زاده جنایتکار، به توسط خود سپاه در حال کودتایی توی کشور و برای از بین بردن خود به توسط خود هستش. این اخبار موثق و سپاه در حال یارگیری در ایران است. مردم، همراهان گرامی، فدایان ایران، ارتشیای عزیز، نیروی انتظامی، به ما بپیوندید. تنها راه نجات شما اتحاد با فدایان ایران، اتحاد با جناب آقای شمیرانی، اتحاد با شاهزاده رضا شاه دوم و مردم دانا و متحد. مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد. پیروز باد ایران و ایرانی.
سلام و درود خدمت فرمانده سعید شمیرانی. به خدا فرمانده، هر وقت شما بیانیه میدین ما میریم سر قرار و اونجا بسیجیایی رو میبینیم که اگه چک بزنی زیر گوشش میخوابه، ولی یه دست صدا نداره. صحبت من روی این بچه هاییه که دارن از ایران فرار میکنن و میرن که مثلا به اشغالشون برسن، به تفریحشون برسن. سری تفریح و اشغال نیست، این بی‌غیرتی بی‌وجدانیه ماست که داریم فرار میکنیم. پس بمونید تو کشور، کشورتون رو پس بگیریم. وقتی کشورت رو پس گرفتی اینجا به خوشی میلیسی، اون موقع میفهمی که اروپایی ها غربی ها چرا میخواستن تو رو از کشورت بمیزن بیرون. اینا هدفشون اینه که 4 تا مهندس و دکتر ایران که اینا رو نمیتونن تحمل کنن ببرن اونور از مخشون استفاده کنن، از اونورم بیان منافع ما رو از ما بگیرن. بعد اون موقع چی میمونه؟ هیچی نمیمونه. 10 سال دیگه بخوای برگردی به کشور دیگه هیچی برات نمونده، یک کشور آواره مثل سوریه مونده فقط. اشغال این نیست که تو بری تو اروپا دو تا پیک مشروب بهت بدن دختر دم دستت باشه آزاد باشه. این آزادی نیست. آزادی در کنار خانوادته. آزادی اینه که خواهرت وقتی از خونه رفت بیرون امنیت داشته باشه، نه اینکه نوه شب از یک کوچه پس کوچه اومد هر آن احتمال داره یکی جلوشو بگیره و اذیتش کنه، نه اینکه مادرت رفت گفت من دلم برای بچم تنگ شده بزنن تو سرش، نه اینکه پدرت 60 سال باشه هنوز به فکر اینه که بره یه جا کار کنه که خرج شکمشو در بیاره. اون پدرت وقتی به 60 سال برسه اینجا باید حقوق داشته باشه، بیکار باشه. چه دکتر مهندسای ما داریم تو ایران که دارن خاک میخورن برای اینکه مخ دارن، برای اینکه اینا رو قبول ندارن. 4 تا عراقی و افغانی و پاکستانی آوردن کردن رئیس و رئیس مجلس و نمیدونم نماز جمعه و رهبر ما. اینا غریبن، اینا ایرانی نیستن. ایرانی اونیه که الان تو زندان داره خاک میخوره، داره عشق میریزه، داره زار میزنه که من اینجا هم بیان کمک من. از ما غیرتمون کجا رفته؟ بازم میخوای بریم؟ برو. ما لورا و کردا و کرمانجا و ترکا اینجا رو ترک نمی کنیم، وای میسیم تا آخرین قطره خونمون هم که شده اینجا می جنگیم. درسته شاید ما سواد نداریم، خوشگل نیستیم، صدای خوشگلی نداریم، ولی کشورمون رو پس میگیریم. اون روز چطوری میخوای بیای ایران؟ چطوری رود میشه برگردی ایران؟ میری اونجا عکس سلفی میگیری میفرستی برای دوستات تو ایران که من دارم اینجا اشغال میکنم؟ اون بیغیرتی تو نشون میده. ممنون از همه دوستانی که با فداییان همراه هستن و کانال فرمانده سعید شمیرانی و پشت پرده ها رو پخش میکنن و اون بچه هایی که شب روز دارن تبلیغات میکنن از جونشون گذاشتن، واقعا دست بوستشون هستن. ممنونم از همتون. فرمانده عزیز، ما پا به پای شما هستیم. هر جای کشور که شما فراخوان بدیم مطمئن باش زودتر از اون موقعی که شما گفتیم ما خودمونو به اونجا میرسیم. هر وقتم شما بیانیه دادی ما رفتیم اونجا عکس گرفتیم براتون فرستادیم که اعلام حضور کنیم و هستیم به پاتون. فرمانده دستبوس همتون هستم. درود بر فرمانده عزیز و بسیار فداکارم جناب آقای شمیرانی. جناب آقای شمیرانی، امیدوارم هر چه زودتر شما رو در ایران ببینم و این آخوندها رو تو همین ایران یه ضربه های بهشون بزنیم که تو عمرش رو ندیدن. آقای شمیرانی، ما منتظر شما و شاهزاده رضا پهلوی هستیم. بی شک این نظام کثیف‌ترین نظام توی دنیا هست. هیچ نظام اندازه این نظام کثیف تو دنیا وجود نداره و با قتل ها و کودک کشی هایی که کردن ثابت کردن که بسیار بسیار بیوژن هستن. این نظام فقط با یک چیز زنده است تا الان، یک چیز در اون آورده، اونم به اسم دینه. با دین حکومت میکنه و
مردم رو گمراه میکنه. همین الان جنگ های داخلی دارن راه میندازن در مورد حزب دموکرات کردستان و اینا، قتل و کشتار دارن راه میندازن. اینا همش به خاطر اینکه مردم رو از آگاه بودن خارج کنن. جناب آقای شمیرانی، برادر عزیزم، فرمانده عزیزم، حدود یک ماه پیش در یکی از دانشگاه های ارومیه بنده و چندی از دوستان تصمیم گرفتیم که علیه بیکیفیت بودن غذا و پایین بودن سطح غذا تجمع کنیم، تجمع مسالمت آمیز. جناب آقای شمیرانی، با حراست دانشگاه هم بررسی کرده بودیم، همه چی گفته بودیم که آقا این کار میکنیم، این کار میکنیم. متاسفانه بعدش اومدن در روز 22 اسفند بود، درست 22 اسفند اومدن که ما رو دوباره تحویل دادن به رئیس حراست دانشگاه و گفتن که شما دارین دنبال اختشاش میگردین. تجمع مسالمت آمیز چطور میتونه به اختشاش تبدیل بشه؟ من اینو تا حالا نفهمیدم. ولی این جمهوری اسلامی خودش داره میفهمه که داره سقوط میکنه. از یک کلمه شنیدم. این رئیس حراست ما گفت که تو توی وضعیت کشور چطور میتونی این کار بکنی؟ کشور اگه بفهمه شما تو دانشگاه این کار کردی، منو از کار برکنار میکنه، اخراجم میکنه، بدبختم میکنه. ببینید دیگه اینا خودشون چطوری میترسن. میگفتن خودشون تو این وضع کشور، در حالی که این نظام داره عادی رفتار میکنه، مردمش دارن جون میکنن واسه براندازی حکومت. جناب آقای شمیرانی، خواهش میکنم در کنار ما باشید. منتظر آزادی ایران و آمدن شما ها هستیم. درود به پیکر رضا شاه پهلوی. سلام و درود خدمت فرمانده سعید شمیرانی. به خدا فرمانده، هر وقت شما بیانیه میگید ما میریم سر قرار و اونجا بسیجیایی رو میبینیم که اگه چک بزنی زیر گوشش میخوابه، ولی یه دست صدا نداره. صحبت من روی این بچه هاییه که دارن از ایران فرار میکنن و میرن که مثلا به اشغالشون برسن، به تفریحشون برسن. این تفریح و اشغال نیست، این بیغیرتی و بیوجدانی ماست که داریم فرار میکنیم. پس بمونید تو کشور، کشورتون رو پس بگیریم. وقتی کشورت رو پس گرفتی اینجا به خوشی میلیسی، اون موقع میفهمی که اروپایی ها غربی ها چرا میخواستن تو رو از کشورت بندازن بیرون. اینا هدفشون اینه که 4 تا مهندس و دکتر ایران که اینا رو نمیتونن تحمل کنن ببرن اونور از مخشون استفاده کنن، از اونورم بیان منافع ما رو از ما بگیرن. بعد اون موقع چی میمونه؟ هیچی نمیمونه. 10 سال دیگه بخوای برگردی به کشور دیگه، هیچی برات نمونده، یک کشور آواره مثل سوریه مونده فقط. اشغال این نیست که تو بری تو اروپا دو تا پیک مشروب بهت بدن، دختر دم دستت باشه، آزاد باشه. این آزادی نیست. آزادی در کنار خانوادته. آزادی اینه که خواهرت وقتی از خونه رفت بیرون امنیت داشته باشه، نه اینکه نوه شب از یک کوچه پس کوچه اومد هر آن احتمال داره یکی جلوشو بگیره و اذیتش کنه، نه اینکه مادرت رفت گفت من دلم برای بچم تنگ شده بزنن تو سرش، نه اینکه پدرت 60 سال باشه هنوز به فکر اینه که بره یه جا کار کنه که خرج شکمشو در بیاره. اون پدرت وقتی به 60 سال برسه اینجا باید حقوق داشته باشه، بیکار باشه. چه دکتر مهندسای ما داریم تو ایران که دارن خاک میخورن برای اینکه مخ دارن، برای اینکه اینا رو قبول ندارن. 4 تا عراقی و افغانی و پاکستانی آوردن کردن رئیس و رئیس مجلس و نمیدونم نماز جمعه و رهبر ما. اینا غریبن، اینا ایرانی نیستن. ایرانی اونیه که الان تو زندان داره خاک میخوره، داره عشق میریزه، داره زار میزنه که من اینجا هم، بیاین کمک من. از ما غیرتمون کجا رفته؟ بازم میخوای بریم؟ برو. ما لورا و کردا و کرمانجا و ترکا
اینجا رو ترک نمی کنیم، وای میسیم تا آخرین قطره خونمون هم که شده اینجا می جنگیم. درسته شاید ما سواد نداریم، خوشگل نیستیم، صدای خوشگلی نداریم، ولی کشورمون رو پس میگیریم. اون روز چطوری میخوای بیای ایران؟ چطوری رود میشه برگردی ایران؟ میری اونجا عکس سلفی میگیری میفرستی برای دوستات تو ایران که من دارم اینجا اشغال میکنم؟ اون بی غیرتی تو نشون میده. ممنون از همه دوستانی که با فداییان همراه هستن و کانال فرمانده سعید شمیرانی و پشت پرده ها رو پخش میکنن و اون بچه هایی که شب روز دارن تبلیغات میکنن از جونشون گذاشتن، واقعا دست بوستشون هستن. ممنونم از همتون. فرمانده عزیز، ما پا به پای شما هستیم. هر جای کشور که شما فراخوان بدیم مطمئن باش زودتر از اون موقعی که شما گفتیم ما خودمونو به اونجا میرسونیم. هر وقت هم شما بیانیه دادی ما رفتیم اونجا عکس گرفتیم براتون فرستادیم که اعلام حضور کنیم و هستیم به پاتون. فرمانده دستبوس همتون هستم. با درود خدمت استاد شمیرانی عزیز و همه هموطنانم، بنده نیز به نوبه خودم از دیروز پس از شنیدن خبر کشف پیکر بزرگوار رضاخان کبیر شدیداً تحت تأثیر قرار گرفتم و جایز دونستم که در اینجا نظر خودم رو به عنوان کسی که حتی بعد از انقلاب به دنیا اومدم خدمت شما عرض کنم. اول باید بگم که این اتفاقی که افتاد من یاد حرف پدرم انداخت که متاسفانه الان پدر من در بستر بیماری به سر میبره. توی اون دوران دهه 60 که ما اوج خفقان بود و توی مدارس هر نوع جسارتاً مزخرفی رو به خورد ما میدادن توی مدارس و حتی بر این اومده بودن که مثلا عید باستانی رو از بین ببرن و تمام سنت های اصیل ایرانی رو از بین ببرن، پدر من همیشه میگفتش که بچه ها ایرانی و تمام سنت هاش مثل چشمه میمونه که حتی اگر چند لایه روش رو غیر بکشن و ایزوله کنن باز هم از یه جای بیرون میزنه. و این اتفاقی که افتاد، پیکر این بزرگوار بعد از جنایتی که اون جنایتکاری که برای تخریب ایشون هجوم برد و مقبره این بزرگوار رو از بین برد، حالا میبینیم که بعد از حدود 40 سال گذشتن از این اتفاق، پیکر این بزرگوار با همون سبک و سیاقی که مومیایی شده بود و به خاک سپرده شده بود پیدا شد و من شدیداً اینو به فال نیک میگیرم و حسابی هیجان زده و حتی متعصب شدم مثل خیلی از مردم ایران و دوست دارم که هیچ نوع بی احترامی و گزندی به این پیکر این بزرگوار وارد نشه، چون که هر چی که داریم، سواد، فرهنگ، شعور، حتی اگر آبرویی برای کشورمون و تمدنی برای مردممون هست، مدیون این بزرگوار هستیم. بنده نیز در هر مراسمی و هر جایی که برای دفاع از این حق طبیعی این بزرگوار و یاد این بزرگوار و به نوعی حق خود ما ایرانی ها باشه حضور پیدا میکنم و به شدت دفاع میکنم. قربونتون برم استاد عزیزم. با عرض درود فراوان خدمت فرمانده عزیز و محترم و همچنین همنظمان گرامی، فرمانده عزیز، میخواستم از طرف خودم و جمعی از دوستانم سپاسگزاری کنم از اون هموطنهایی که و عزیزانی که در روز چهارشنبه و یا روز بعدش در حمایت از پیکر مقدس رضاشاه بزرگ حضور یافتن، با هر نحوی که بود حضور یافتن و هر چند حضور از طرف مردم تهران کمرنگ بود، ولی از اون دسته از هموطنان و عزیزانی که خودشون رسوندن و احساس مسئولیت کردن واقعا سپاسگزارم، دستشون رو میبوسم، درود بر شرفشون، درود بر غیرتشون. و یک مسئله ناراحت کننده ای که امروز من باهاش مواجه شدم در شهرستانی که من در اون زندگی میکنم، از مردمی شنیدم که بسیار ناراحت بودن و صحبت از بی‌تفاوتی و بی‌توجهی مردم تهران بود. واقعا بیشتر مردم
شهرستان ها از شما ناراضی هستند که با توجه به همین چنین مسئله بسیار مهمی که مربوط به هویت و میهن و کشور عزیزمون میشد بی توجه بودین و در خانه ها نشستین هیچ کاری انجام ندادین. واقعا مایه نگرانی است و مایه شرمساری است. من میخواستم بگم که همونطور که برای گرفتن غذای نظری که در هر جای تهران که باشه خودتون رو با هر زحمتی و با هر مشکلی که باشه میرسونین و دست و پا میشکنین برای گرفتن غذای نظری، واقعا این مسئله کمتر از این بود که حضور پیدا کنیم به خاطر خودید به خاطر خودید. شما همیتونی تهرانی که اگه یک روز مشخص کنن که در فلان جا و یا فلان ساعت در هر جای تهران که باشه که بگن غذای نظری هست بیان غذای نظری بگیرین، در هر جای تهران که باشه خودتو میرسونی و دست و پا میشکنی. پس چه دلیلی وجود داره که به همچین مسئله به این بزرگی که مربوط به میهن عزیزمون میشد بی توجه باشین؟ واقعا من این حرف رو از طرف خودم نمیگم، از طرف مردمی میگم که از شما ناراضی هستن و امیدوارم که روز به روز به این فکر کنیم که باید چیکار کنیم، چیکار باید انجام بدیم. و در آخر سپاسگزارم از فرمانده عزیز و همرزمان گرامی. درود بر شاهزاده رضا پهلوی و پاینده ایران. آنچه که ما در توطئه جهانی 1979 دیدیم رسیدن به قدرت احزاب مخالف یک نفر با نام پادشاه بود، منتها بدون برنامه ریزی، بدون کانالیزه کردن مردم برای رسیدن به دموکراسی، اما از نام نمیدونم آزادی استفاده کردند، از نام استقلال بهره بردند. ولی خروجیش چی بود؟ خمینی و حکومت اسلامی، چیزی که از ماهای قبل در رابطه با اون صحبت شد. و همچنین کسانی که در نظام پادشاهی هم بودن همکاری‌های گسترده برای به ثمر رسیدن این داستان انجام دادن که من در توطئه جهانی 1979 سالهای طولانی افراد رو گفتم، موقعیتاشون رو توضیح دادم، چه از شبزاری استفاده کردن توضیح دادم. اینگونه نبوده که خمینی فقط با یه دونه نوار اومد، خیلی حرفه‌ای کار کرد و از حرفه‌ای‌های جهان استفاده کردن و از تمام نخست وزیران رؤسای جمهوری